این هفته قدم زدن مجازی در قلعه، محافظت از جانوران با پهپاد و جنگلبانی با تراشه. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. هند در سالهای اخیر تبدیل شده به یکی از ابرقدرت‌های دنیای فناوری، سرزمینی با جمعیتی جوان و عاشق پیشرفت و پر از فناوری و همینطور استارتاپ و البته تاریخ. سری بزنیم به یک معبد باستانی از قرن 14 تا ببینیم فناوری چطور میتونه به مردم کمک کنه تا یک بنای باستانی رو اونطور که هست درک کنند. اینجا هامپیه، روزگاری پایتخت سلسله ویجایاناگارا بوده. در قرن 16 دومین شهر بزرگ قرون وسطایی دنیا. هامپی در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار داره. از سال 1565 میلادی ویرانه بوده، اما در سالهای اخیر چندین نهاد و سازمان مختلف همه جاش رو به طور سه‌بعدی اسکن کردن. اینجوری نه تنها این میراث جهانی دست کم به صورت دیجیتال حفظ میشه، بلکه مورخین هم میتونن مدل مجازیش رو بازسازی کنن تا بفهمیم در دوران جلال و جبروتش چه شکلی بوده. اول مسیرت رو مشخص میکنی، بعد گردش مجازی شروع میشه. در همون حال که از مناظر روی صفحه لذت میبری، میتونی ببینی دقیقاً کجای مدلی. همین که اینجا رو دیجیتالی حفظ کنی، یعنی به نوعی داری برای نسلهای بعدی حفظش میکنی که بدونن در گذشته اینجا چی بوده. نشانگر لیزری و رد پاها اولین قدمه تا بفهمیم تجربه بقیه از یک همچین گردش مجازی چه خواهد بود. در مرحله بعد باید حتما روش وی آر سوار کرد. البته این شیوه رو جاهای دیگه هم که قدیمی و باستانی نیستند میشه به کار گرفت. به نظرم این روش در مواردی که بخوایم ساختمان‌ها و بناهای جدید رو تصویر کنیم هم خیلی به درد می‌خوره. هر جا که آدم‌ها بخوان بازدید کنن، در واقع میشه بنای واقعی و تصویر مجازی رو یک جا ارائه کرد. بازدید کننده هم تصویر دقیق‌تری از اون مکان پیدا می‌کنه. ممکنه حتی بتونه یه چیزهایی رو دیجیتالی عوض کنه که خب خیلی هیجان‌انگیزه. ویزارا تکنولوژیز یکی از انبوه استارتاپ هایی که از دانشگاه های فنی هند سر برآورده. هند روی هم رفته 23 تا مؤسسه فناوری با ده ها هزار دانشجو داره. این مؤسسه ها به نوعی سکوی پرتاب جوانانیه که پس از فارغ التحصیلی میخوان کسب و کار خودشون رو راه بندازن. یکی از اهداف انستیتوی فناوری هند پرورش و ارائه مهندسان درجه یک دنیا و انجام پروژه‌های بزرگ در حد استانداردهای جهانیه و برای اثبات این مدعا نمونه های موفق هم کم نیستند. از ساندرا پیجای مدیر عامل گوگل تا در تازه ترین مورد بینی بانسال از مؤسسان فلیپ کارت که نمونه هندی آمازونه. فلیپ کارت سایت عظیمیه. از سال 2007، یعنی 6 سال پیش از اینکه آمازون وارد بازار هند بشه، فعال بوده و یکی از موفق ترین استارتاپ های هنده. همین اواخر والمارت عمده سهام فلیپ کارت رو خرید و بینی یک شبه میلیاردر شد. نظرتون درباره تحولات حوزه فناوری در هند در 20 سال گذشته چیه؟ به نظر من این حوزه در هند به واقع 10-12 ساله که متحول شده. 20 سال پیش نمیشد از حوزه فناوری صحبت کرد. چنین چیزی نداشتیم به اون معنا. دانشجوها درسشون که تمام میشد میرفتن آمریکا و اونجا مشغول به کار میشدن. اینجا شرکتی که خودش محصول تولید کنه نداشتیم، شاید به اندازه انگشتان یک دست. بنابراین تحول اساسی از سال 2011 یا 2012 شروع شد که تعداد زیادی استارتاپ در هند راه افتادن. دلایل مختلف داره. یکی اینکه بازار بزرگتر شده، اقتصاد بزرگتر شده، افراد بیشتری به اینترنت دسترسی دارن. در 10 سال گذشته تعداد استارتاپ ها و آدم هایی که توشون کار میکنن به صورت نمایی زیاد شده. 10 سال پیش شاید 15-20 میلیون کاربر اینترنت داشتیم. الان 350 تا 400 میلیون داریم و این یعنی یه بازار عظیم برای کارآفرین‌های هندی. یه فرصت طلایی برای اینکه نقشه‌ها و طرح‌های بزرگ بکشن و اجرا کنن. این امکان قبلا نبود. فکر می‌کنید هند در چه حوزه‌ای واقعا خوبه؟ به نظرم یکی از حوزه‌هایی که هند در اون خیلی خوبه تربیت مدیران در رده جهانیه. شما شرکت‌هایی مثل پپسی، گوگل، مایکروسافت و امثال هم رو نگاه کنین.
بسیاری از مدیرعامل‌هاشون هندی هستند. همین نکته آدم رو امیدوار میکنه که شاید یه روز در آینده نه چندان دور در همین هند هم شرکتی مثل گوگل یا مایکروسافت داشته باشیم. برای اینکه کارآفرین‌های هندی کسب و کار رو به مراتب بهتر از همتاهای مثلا چینیشون جهانی میکنن. فکر میکنید هند در چی خوب نیست؟ به خاطر تاریخ تحولات ما، به خاطر زیرساخت‌هایی که داشتیم، همیشه دنبال راه میونبریم. چون خیلی چیزها درست کار نمی‌کنه و این ذهنیتی است که به نظرم باید عوض بشه. هوش مصنوعی برای هند خوبه یا بده؟ هم خوبه هم بد. به نظرم مثل سکه‌ایه که نمیشه پیش‌بینی کرد از کدوم طرف می‌افته. از یک طرف خیلی خوبه چون میتونه مشکلات بهداشت یا آموزش رو در ابعاد وسیع حل کنه، میتونه بسیاری از معضلات اجتماعی رو در ابعاد گسترده حل کنه. کاملا برام قابل تصوره که این اتفاق بیفته. از طرف دیگه خیلی آدم‌ها رو بیکار میکنه. ولی در نهایت فکر میکنم اگر مسئله درست طرح بشه، با نیت درست و راه حل‌های مناسب میشه حلش کرد. بنابراین من شخصا بیشتر خوشبینم تا بدبین. این هفته ای بود که ایلون ماسک مجبور شد از ریاست هیئت مدیره تسلا کنار بره و معلوم شد بین همه چهره‌های مشهور نتایج جستجوی آنلاین کیم کارداشیان از همه خطرناک‌تره و کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند تحقیقات رسمی درباره درز اطلاعات بیش از 50 میلیون کاربر فیسبوک رو شروع کرد. همینطور این هفته مایکروسافت نسل جدید محصولات مارک سرفسش رو به نمایش گذاشت و آمازون اعلام کرد که دستمزد کارکنانش در آمریکا و بریتانیا رو بالا میبره. ده ها هزار نفر از کارکنان این شرکت در بریتانیا مشمول این تصمیم میشن و در پی انتقادهای گسترده از آمازون بابت دستمزد پایین و شرایط نامناسب کار در انبارهای آمازون گرفته شده. و حالا یک نوع کارگر دیگه، مؤسسه دانش و فناوری صنعتی پیشرفته ژاپن رباتی ساخته که میتونه شما را از انجام کارهای بنایی کوچیک خونه بی نیاز کنه. و باز هم در ژاپن، پژوهشگران دانشگاه توکیو قوی ترین میدان مغناطیسی در یک محیط سربسته رو ایجاد کردن و آنن آزمایشگاهشون منفجر شد. البته این حادثه هیچ کدومشون رو به یک ابرقهرمان با قدرت‌های خارق‌العاده تبدیل نکرد، متاسفانه. و دست آخر این که این شرکت ممکنه به تمیزی و سلامت معروف باشه، ولی حتی دیزنی هم نمیتونه گهگداری در مقابل یک کم دیوارنگاری یا گرافیتی مقاومت کنه. بخش تحقیقات دیزنی و مؤسسه فدرال فناوری سوئیس در زوریخ با هم یک پهپاد دیوارنگاری درست کردن و اسمش رو گذاشتن پینت کوپتر، رنگگرد. این پهپاد یک اسپری رنگ داره و چند تا دوربین برای تشخیص تصویر. پژوهشگرها امیدوارن که در پروژه‌های بزرگ نقاشی این جایگزین داربست و نردبون بشه. البته احتمالاً قبلش لازمه یک کم بیشتر تمرین کنه. محافظت از بعضی گونه‌های حیات وحش در حال انقراض در سرزمین پهناوری که بیش از 100 پارک ملی داره، یکی از چالش‌های عمده دوستداران محیط زیست هنده. حالا پهپادهای هوشمند تبدیل شدن به پاسبان محیط زیست در این کشور. سری بزنیم به یکی از این پارک‌های ملی. این تصاویر مربوط به پارک ملی جیپور جالانا در هنده. فیلم‌ها رو با یک پهپاد در ارتفاع حدود 30 متری گرفتن. روی پهپاد یک دوربین با قابلیت بزرگنمایی 10 برابر نصب شده. کل کار بخشی از سامانه نظارتی جدید پارک که دارن آزمایشش میکنند. وسعت پارک حدود 32 کیلومتر مربعه. جاهای مختلفش برجک‌هایی نصب کردن که روی هر کدوم یک دوربین با وضوح بالا و قابلیت چرخش 360 درجه نصب شده. تصویر همین دوربین‌ها رو از اتاق کنترل که چند کیلومتر دورتر از پارک بررسی می‌کنند. اگر حرکتی از تصاویر دوربین‌های ثابت به چشمشون بیاد، پهپاد رو می‌فرستن به اون نقطه که ببینن ماجرا چیه. در شرایطی که کار غیرقانونی صورت بگیره یا حیوانی به خطر افتاده باشه، با پهپاد موقعیت رو زیر نظر می‌گیرن تا محیط‌بان‌ها به محل مورد نظر برسن. فیلم دوربین‌ها رو روی موبایل و دستگاه‌های همراه دیگه هم میشه دید و چون سامانه ردیابی آنی دارند، میشه سریع رسید به محل مورد نظر.
در حال حاضر پهپادها رو دستی هدایت میکنن، ولی قراره در آینده پهپادها به کمک هوش مصنوعی و بدون دخالت انسان کار کنند. به محض اینکه در اتاق کنترل سوژه ای دیده بشه، پهپاد به طور خودکار بلند میشه و به محلی که مشخص شده میره. در آینده ممکنه این پهپادها نه تنها با هم ارتباط برقرار کنن، که در مورد نظارت بر پارک هم خودشون تصمیم بگیرن. شرکت سازنده این پهپادها میگه تشعشعات ناشی از این سامانه حتی از تشعشع تلفن همراه هم کمتره و هیچ خطری برای حیوانا نداره، ولی امکان برخورد پهپادها با پرنده همیشه هست. دولت محلی راجستان میخواد این فناوری جدید رو در پارک‌های ملی دیگه این ایالت هم پیاده کنه. مقام‌های مسئول معتقدن این فناوری هم امنیت و ایمنی حیات وحش رو بیشتر میکنه، هم باعث ترویج پژوهش و برنامه‌ریزی دقیق‌تر میشه. پیشرفت برق‌آسای فناوری باعث نگرانی‌های شده بین نیروهای کاری، چرا که اونا فکر می‌کنن در آینده ممکنه شغلشون رو از دست بدن. اما کارآفرینان هندی طور دیگه‌ای فکر می‌کنن. اونا معتقدن که مغز متفکر ربات‌ها همیشه به بشر نیاز داره. اینجا اتاق کنترل و مغز اصلی هوش مصنوعی شرکت آیمریته، جایی که نیروی انسانی به هوش مصنوعی آموزش میده تا با دقت بیشتر کارها را پیش ببرند. شرکتی که معتقده هوش مصنوعی نه تنها جایگزین انسان نمیشه، بلکه برای یادگیری اولیه الگوریتم ها به نیروی انسانی نیاز داره. اینا ساعت ها روی الگوریتم های هوش مصنوعی کار میکنن تا چیزی که انسان میخواهد را یادشون بدن. با ظرافت پیکسلی به هوش مصنوعی آموزش میدن و هر نقطه ای که به نقطه دیگه وصل میشه، هوش مصنوعی چیز تازه یاد میگیره. این شرکت 1500 نیروی انسانی داره، 50% زن و عمدتاً از خانواده‌های با درآمد کم. در ضمن طوری که این شرکت میگه، هر سه ماه بین 200 تا 300 نفر دیگه هم استخدام میکنن. این یعنی هوش مصنوعی شغل هم ایجاد میکنه. مگه ممکنه؟ برای پیدا کردن جواب این سوال، کلیک اخیراً در سفری به هند، میزبان کارآفرینان و مخاطبانش در قلب دهلی بود تا از نزدیک تازه های فناوری و خلاقیت اهالی این کشور را در این عرصه پر رقابت ببینه. در بخشی از این برنامه، رادو باسو، بنیانگذار آیمریت، توضیح داد که چرا به نظرش هوش مصنوعی جایگزین انسان نمیشه. الگوریتم هوش مصنوعی در صورتی کار میکنه که آموزش داده شده باشه، مثل برنامه نویسی کامپیوتر میمونه. اگر شما یک کامپیوتر رو بذاری اینجا و بگی کار کن، کار نمیکنه. باید براش برنامه بنویسی. آموزش هوش مصنوعی هم همینه. کار ما اینه که هوش مصنوعی رو آموزش بدیم و داده ها رو طوری پردازش کنیم که مشتریمون بهترین نتیجه رو از الگوریتم هوش مصنوعی بگیره. اما این کار چندان ساده هم نیست و پیچیدگی های زیادی داره. مثلا باید بتونه انگشت های پا را روی خط عابر پیاده تشخیص بده، یا انگشت گربه را با انگشت یک بچه کوچک اشتباه نگیره، یا کاغذی که روی زمین افتاده را اشتباه یک تکه آجر تشخیص نده. رادا باسون میگه تقسیم بندی پیکسلی پیچیده است و میشه با کمکش بین 50 تا 70 چیز مختلف را علامت زد. به ما میگن انسان‌ها در حلقه. در واقع انسان‌ها در حلقه هوش مصنوعی. کار این نیروی انسانی میتونه این باشه که ماشین‌های توی پارکینگ رو مشخص کنن و دور ماشین‌ها رو کادر بکشن. تشخیص بدن کدوم ماشین آسیب دیده، که بعد به طور خودکار اون ماشین جدا بشه و فرستاده بشه برای کارشناس بیمه. اینجا جاییست که بیش از همه کار کردیم. بیش از 15 میلیارد عکس از ماشین‌های بدون راننده گرفتیم. با تولیدکننده‌های مختلف کار می‌کنیم. به این عکس نگاه کنین، به این میگیم چنزلی و کادر، اما در سطح پیکسل انجام میشه. یعنی تقسیم بندی بسیار ریز و ظریفه. اما در این شرکت به الگوریتم های هوش مصنوعی تنها در مورد تشخیص آجر و کاغذ یا پای بچه و پنجه گربه یاد نمیدن. مغزهای انسانی موضوعات فراگیری را به هوش مصنوعی تزریق میکنن، از جمله در حوزه بهداشت و درمان. الان برای نخستین بار به فناوری‌های در هوش مصنوعی دست پیدا کردیم که کاربردهای حیاتی اجتماعی داره، به ویژه در حوزه بهداشت و درمان. یک سوم کل داده‌های ما مربوط به این حوزه است.
و ما الان همونطور که دیدین این قابلیت رو داریم که مثلا بریم سلول‌های سرطانی رو نگاه کنیم و توی این تصویرها مشخص کنیم و در واقع به الگوریتم هوش مصنوعی یاد بدیم. حالا اگر این رو به سطح جامعه بست بدین، میشه همین کار رو برای افراد زیادی که دسترسی به این نوع درمان ندارن انجام داد. یعنی بررسی پیشگیرانه کرد که سلول سرطانی نداشته باشن. خیابونای دهلی اوایل قرن 20 میلادی که پایتخت هند به این شهر منتقل شد، طراحی شدند و یک مشخصه واضح دارند. پر از درختند. هر وقت حتی صحبت قطع درخت پیش میاد، جنگ مغلوبه‌ای در میگیره. کیفیت هوای دهلی وحشتناکه و خیلی ها معتقدند درخت‌های شهر بخشی از راه حل این معضلند. اما خارج از دهلی نو، در شمال هند و در جنگل‌های شمله اوضاع برعکسه. قطع درختان منجر شده به یک معضل اساسی. سری بزنیم به این جنگل تا ببینیم که فناوری چه کمکی میکنه برای رفع این تهدید. اگه درخت دوست داشته باشید، از شمله خیلی خوشتون میاد. درخت های کاج از وسط آسفالت زدن بیرون و اطرافشون هم کلی خونه ساختند. سازمان جنگلبانی هند حساب تک تک درخت ها رو داره. اگه درختی سر جاش نباشه میفهمن و متاسفانه این اتفاق زیاد میفته. یکی از علتها اینه که اینجا زمینی که بشه روش ساخت و ساز کرد کم و گرونه. خونه اینجا خیلی گرونه و سود ساخت و ساز درخت ها رو به خطر انداخته، برای اینکه خیلی ها میخوان درخت ها رو قطع کنن و روی زمینش خونه بسازند. حالا سازمان جنگلبانی رفته سراغ فناوری که شاید بتونه جلوی این روند رو بگیره. طرحشون اینه که روی درخت‌ها برچسب با فرکانس رادیویی بزنن، درست مثل همونایی که توی فروشگاه‌ها روی اجناس می‌زنن که کسی اونها رو ندزده. قبلاً درخت‌ها رو دستی شماره می‌زدیم، ولی الان می‌تونیم برچسب RFID بزنیم که بشه در تمام طول شبانه روز از راه دور مواظبشون بود. این برچسب به ارتعاشات حساسه. پشتش یک سوزن کوچیک داره و حتی اگه کسی بخواد برچسب رو از درخت در بیاره، بلافاصله به گیرنده پیام میفرسته. به نظر میاد که راه حفاظت از درختان فناوریه. آدم رو میشه گول زد، میشه خرید، میشه تهدید کرد. باید نظامی ساخت که قابل اعتماد باشه. این مدل مبتنی بر اعتماده و مبتنی بر واقعیت قطعی که فقط با فناوری ممکنه. دوین معتقد این ملک رو خالی کردند که قیمتش بیشتر بشه، ولی جاهای دیگه خلافکارها به صورت سازمان یافته عمل می‌کنند. این درخت‌ها سدر هیمالیایی هستند، خیلی با ارزشند. توی بازار سیاه دونه‌ای 500 هزار روپیه فروش می‌رند، یعنی حدود 5500 پوند یا 7000 دلار. در بعضی بخش‌های هیمالیا دستای مافیایی فعالند، مسلحند و اهل خشونت. برای مقابله با اونها باید از پهپاد استفاده کنیم. تصویرها رو بررسی میکنیم و کنار هم قرار میدیم و میسپاریم به یک موتور هوش مصنوعی. و از این در میاد. بازرس ها از روی این میتونن درخت ها رو تشخیص بدن و موقعیتشون رو تعیین کنند. اگه در این منطقه چند تا درخت نباشه، طول عرض جغرافیایی اون منطقه رو میگیریم و میریم در محل ببینیم واقعا چی شده. RFID و پهپاد کجا؟ شماره گذاری درخت ها کجا؟ سازمان جنگلبانی هر روشی رو آزمایش میکنه تا جلوی اره و تیر و خلافکارها رو بگیره. وضعیت فعلی بگونه‌ایه که شما یه درخت قطع می‌کنی و قصر در می‌ری، ولی با فناوری میشه کاری کرد که کسی نتونه قصر در بره. چه کارمند سازمان، چه دولت، چه اون کسی که درخت رو قطع کرده. اگه درخت قطع کردی، گیر می‌افتی. خب حالا یکم از سرزمین 72 ملت فاصله بگیریم و پا بذاریم به دنیای عجیب و غریب گیم‌ها. علیرضا واصفی یک بازی دیگر رو حسابی بررسی کرده. Shadow of Tomb Raider داستان ماجراجوی باستانشناسی به اسم لاراست که دنبال گنج‌های باستانی به قعر جاهای ناشناخته میره. Because I could not stop for death. He kindly stopped for me. باید یه عالم بدبختی بکشه. چیستان ها و معماهای سختی را حل کنه و با یه عالم طلبکار و تبهکار و بزهکار بجنگه.
حالا یواش یواش یا یه هایی تا به گنج پنهان شده در معبد برسه. الان به هر کسی بگی ویندوز در جا میشناسه، اما خیلی از گیمرهای جوون اگر بهشون بگی MS-DOS اصلا به گوششون هم نخورده. 22 سال پیش وقتی اولین نسخه این بازی روی PC آمد، برای MS-DOS نوشته شده بود. اولین ورژنش 7 میلیون نسخه فروخت. تقریبا مدلی هم شد برای بازی‌های سه‌بعدی اکشن ماجراجویانه بعد از خودش. بعدن دو تا فیلم هم ازش درست کردن. قهرمان توم ریدر توی ذهن خیلیا دختریه با چهره آنجلینا جولی که سال 2001 نقش لارا رو بازی کرد. حرکت کاراکتر و گیم پلی نرمه. کنترل کاراکتر هم خیلی راحته، چه برای پریدن چه برای نشونگیری و شلیک. ولی خیلی وقتها پرش ها دقیق نیستن. فضای بزرگ اوپن ورلد این بازی که یه جایی توی کشور پرو هستش به چشم من کاملا تکراری بود و خیلی شبیه نسخه های قبلی توم ریدر، البته با یه گرافیک خیلی بهتر. داستان پایه های محکمی نداره و برعکس مقبره های اسرارآمیز و پیچیدش خیلی ساده است، انقدر که همون اول داستان میشه آخرش رو حد زد. ضمناً چون کوآپ و مالتی پلیر هم نداره باید تنها بازی کنی. دنیای به این بزرگی به بخش‌های کوچکتری تقسیم شده که توی هر کدومش یه ده داره. روستاها خیلی زندن و پر از کار و فعالیت و آدم و جک و جونور. اینه یه روستای واقعی. برای ماموریت‌های فرعی و سایت میشنا باید برید سراغ اهالی این روستاها. اما کاراکترها و ارتباطشون با بازی خیلی سطحیه و درگیرت نمی‌کنه. اصل کار 9 تا معبده که معماهای خیلی پیچیده ای داره. معمولا یه محیط هولناک و تاریک دارن که فضای بازی رو خیلی خوف میکنه. البته جذاب و ترسناک. حرکات زیادی برای کاراکتر تعیین شده. مثلا گرفتن دیوار با کلنگ‌های کوهنوردی یا تنظیم ارتفاع با تنابی که بهش وصله، یا دورخیز کردن با دویدن روی دیواره ها. روی حالت خیلی سختش امکان سیو نداره. اینجوری اگر یه بار بمیرید ممکنه یک ساعت براتون گردونه عقب که خیلی کار اعصاب خرد کنیه. بازی خیلی روون و خوش رنگ و لعابه، ولی بازی متفاوتی نیست. تهش نمیشه گفت یه شاهکاره. در تمام مدتی که بازی میکردم منتظر بودم یه چیز خارق‌العاده ببینم که منو میخکوب کنه. هرچی به پایان بازی نزدیکتر میشدم این انتظار هی کم رنگتر میشد. چه از گیم پلی چه از داستان، حتی یه لحظه هم از بازی نبود که منو درگیر کرده باشه و توی ذهنم بمونه. خب کلیک این هفته به پایان رسید. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. همین برنامه و هم برنامه‌های پیشین اونجا در دسترس هست. با ما در تماس باشید. نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق ایمیل persianclick@bbc.co.uk یا از طریق توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.